ببخشید. با درود و سلام بر همیهنان عزیز و درود بر آقای بهوانی عزیز و عرض تشکر از ایشون که این محبت رو به من میکنن و این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. برنامه رو با شعار همیشگیمون شروع میکنیم، شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم. عرض کنم حضورتون این محبت رو باید از حیوانات یاد بگیریم. روی فیسبوک میبینیم که حیوانات عجیب غریبی که قبلا همدیگر رو میخوردن حالا با هم دوستن. یه گربه که جوجه ها رو بغل کرده، نمیدونم یه ببر که با خرس دوسته، نمیدونم سگه با آهو دوسته، نمیدونم کلاغه با گربه دوسته بازی میکنه. محبت را از حیوانات یاد بگیریم. در تورات فکر کنم هست که میگه در آخر زمان گرگ و بره و شیر و گوساله با هم غذا میخورند. همچین چیزی دقیقا نوشته تورات نیست، اینو ما 50 سال پیش شاید خونده باشم. و حالا آخر زمانه، پس ما انسان ها هم این محبت رو از حیوانات یاد بگیریم. وقتی دو تا حیوانی که تا 100 سال پیش هم دیگر میخوردن امروز با هم دشمن شدن، امروز با هم دوست شدن، دشمنی رو کنار گذاشتن، این نشون میده که ما انسان ها هم میتونیم دشمنی ها رو کنار بذاریم و با هم دوست بشیم. عرض کنم حضورتون با عرض تشکر از همیهنان عزیزی که با من محبت میکنند، یک همیهن عزیزی خواسته درباره مسمومیت غذایی صحبت کنم. چشم. و یک همیهن عزیزی خواسته درباره پارکینسون صحبت کنم. نمیدونم درباره پارکینسون برای روزنامه نوشتم یا برای میهن تیوی برنامه نوشته بودم، یادم نیست. در صورت چشم اگرم درباره پارکینسون صحبت کردم یا نوشتم مال چند سال پیش بوده، میزش به روزگذاری نشده. چشم، اونم چشم. البته هر دوی اینها بعد از لرزش سره که یک بانوی همیهن عزیزی تلفنی خواسته بوده صحبت کنم. چشم، امروز قرار بود درباره باز مشکلات معده صحبت کنم، ولی چون هموطن عزیز خواسته بود درباره مسمومیت، امروز درباره هیپوگلیسمی یا کمبود قند در خون صحبت میکنم. چون 6 دفعه 7 دفعه آدم از یه مسئله معده حرف بزنه، معده خودش هم وضع خراب میشه. چشم، همه اینها چشم. هفته آینده انشاءالله درباره لرزش سر صحبت میکنم و بعد درباره پارکینسون، بعد باز میام درباره مشکلات معده و دفعه بعدش هم مسمومیت غذایی. همه اینها اگر عمری باقی بود. چشم. عرض کنم حضورتون امروز درباره کمبود قند خون صحبت میکنم، ولی قبل از اینکه صحبتمو شروع کنم اینه که این مبحث امروز درباره کمبود قند خون در افراد غیر دیابتیکه، نه افراد دیابتیک. درباره کمبود قند خون در افراد دیابتیک انشاءالله اگر عمری باقی بود بعد از این 5-6 تا برنامه. چشم. البته اگه یادم نره. پس امروز درباره کمبود قند خون در افراد غیر دیابتیک صحبت میکنیم. اگر وقتی باقی بود بعد چند تا از بانوان شهیر و موفقمون را هم خدمتتون معرفی خواهم کرد. وقتی میگیم که شخص دچار هیپوگلیسمی شده، که یک سری از علائمی که بر اثر کمبود قند خونه در اون وجود داشته باشه. البته پزشکی ریاضی نیست که دو تا چهار تا باشه. مقال معروف یکی پرسیدن دو تا چند تا میشه، گفت بستگی به این داره که خریدار باشه یا فروشنده.
این درد پزشکی هم دو دو تا چهار تا نیست، این علائمی که خدمتتون عرض میکنم در همه یکسان نیست، بعضی هستن ممکنه علامت نشته باشن، بعضی ممکنه علامت داشته باشن، ولی اون بیشترین علامتهایی که ما میتونیم در کمبود قند خون ببینیم، اولیش کمبود انرژیه و دومیش عصبانی شدن، عصبی بودن شخصه. همونطور که عرض کردم بعضی افراد اصلا احساس خستگی ندارن ولی دچار مشکل بینایی و عدم تمرکز میشن. این علائم معمولا 3 تا 4 ساعت بعد از خوردن غذا پیش میاد. به طور دقیق میزان قند خون یا گلیسمی باید کمتر از 3.5 میلی مول در لیتر خون باشه تا یک گلیسمی واقعی به وجود بیاد. اشتباه نشه، وجود هر خستگی، استرس و عصبی بودن که شخص را از حالت عادی خارج میکنه هیپوگلیسمی نیست. علل پیش اومدن هیپوگلیسمی در بیشتر مواقع، هیپوگلیسمی در افراد دیابتیک به علت مصرف داروهای پایین آورنده قند خون به صورت قرص یا انسولین پیش میاد که در اینجا راجع به اون صحبت نمی کنیم. و در نزد اشخاص غیر دیابتیک در 2 مورد پیش میاد. اول، علائم هیپوگلیسمی به دلیل اینکه قند خون کمتر از 3.5 میلی موله که هیپوگلیسمی واقعیه، و یکی از علل زیر باعث تولید اون میشه. اولیش عدم تحمل گلوکوز که حالت قبل از مبتلا شدن به دیابته و میتونه تولید کمبود قند در خون بکنه، و با اینکه حالت کمیابیه ولی مقدار انسولین خون در این اشخاص بیشتر از حد طبیعیه و بیشتر و پس از مصرف قند دیده میشه، یعنی یه چیز شیرین بخوره. هرچه غذا دارای مواد قندی بیشتری باشه، مقدار انسولین بالا باعث پایین آمدن سریع قند خون میشه و موجب به وجود آمدن علائم گلیسمی میشه. دوم، که به صورت خیلی نادر پیش میاد، جراحی معده، بعضی داروها، بعضی از بیماری ها مثل بیماری های سخت کلیوی یا کبدی و یا مال پانکراس، غده های پانکراس میتونن تولید هیپوگلیسمی بکنن. دوم، علائم هیپوگلیسمی پیش میاد در صورتی که گلیسمی طبیعیه. بعضی اشخاص نسبت به پایین آمدن قند خون حساس‌تر از دیگران هستند و علائم هیپوگلیسمی رو نشون میدن، حتی اگر قند خون نسبتاً طبیعی باشه. یک دوستی در ایالات متحده آمریکا داریم، ایشون مثل همه آمریکایی‌ها نوشابه خور شدیدیه. ایشون اگه دروغ نگم روزی 5 تا 6 تا کن نوشابه میخوره و عجیبه وقتی که یه مدت نخوره، علائم شدید هیپوگلیسمی همراه با لرزش دست، عصبی شدن داره و باید یه نوشابه بخوره تا وضعش طبیعی بشه. البته این خیلی خطرناکه، این بالا پایین اومدن، بالا پایین اومدن قند در خون، ترشح انسولین، این فشار زیادی روی پانکراس وارد میکنه.
ببخشید یه پرانتز باز کردیم که بگیم که بله گفتیم حتی عقیقا نسبتا طبیعی باشه. علت این مسئله هنوز مشخص نیست. بعضی اشخاص بدون هیچ دلیلی میتونن مدتی دچار هیپوگلیسمی بشن و بعد خوب بشن، ولی به طور کلی میشه با تغییر عادات زندگی و تغذیه از بروز این علائم جلوگیری کرد. چه کسانی دچار هیپوگلیسمی میشن؟ بیشتر اشخاصی که دچار علائم هیپوگلیسمی میشن اول از همه خانوم هایی هستند که در دهه 20 و 30 عمرشون هستند. چون این مسئله به عنوان یک بیماری به حساب نمیاد، در نتیجه آمار دقیقی برای اون وجود نداره. در اکثر موارد این نوع هیپوگلیسمی بعد از مصرف اغذیه‌ای که به بدن گلوکوز میرسونه محو میشه و هیچ خطری هم تولید نمیکنه. حالا هیپوگلیسمی رو بهتر بشناسیم. گلوکوزی که به بدن میرسه عامل اصلی تولید انرژیه و بر اثر هضم مواد قندی در اغذیه که میخوریم که اون رو بهش میگیم هیدرات دو کربن و یا کربوهیدرات و یا گلوسید تولید میشه. در میوه ها و نان و برنج و ماکارونی و غیره وجود داره. گلیسمی طبیعی ناشتا برای یک شخص غیر دیابتیک حدود 4 میلی مول در لیتر وقتی صبح ناشتا بلند میشه و بعد از غذا تا 7.8. البته این هم به قول اینجایی میگن توی بتون ریخته نشده، یعنی اگه صبح بلند شدین قندتون 5.4 بود، فکر نکنین الان دیگه مرض قند دارین، نه، اون مینیمومشه، حداقل مینیمومشه. و اگر به جای 7.8 بعد از غذا رسید مثلا تا 8.5 وحشت نکنید، تا 2 ساعت بعد از غذا نگرانتون نکنید. در بین دو غذا بدن باید طوری برنامهش رو تنظیم کنه که مقدار قند کافی برای انرژی در اندام ها داشته باشه و این کار کبده که یا باید گلوکوز تولید بکنه و یا از ذخیره گلیکوژنی که در خودش نگه داشته اون گلیکوژن تبدیل به گلوکوز بکنه و بریزه در خون. عضلات بدن هم دارای گلیکوژن هستند، ولی بدن نمیتونه از اون برای کمبود قند استفاده بکنه. گلیسمی توسط هورمون هایی که عرض میکنم خدمتتون کنترل میشه. اول از همه انسولینه که پس از صرف غذا برای کم کردن گلیسمی ترشح میشه، در صورتی که هورمون های دیگری هم هستند که در تنظیم قند در خون فعالیت دارند، یکیش آدرنالینه و دیگریش بهش میگیم گلوکوگان. عرض کنم حضورتون کورتیزول هم در این مسئله دخالت داره و بدن از همه این هورمون ها برای تعدیل مقدار قند خون استفاده میکنه، حتی در مواقعی که شخص روزه داره و مواد قندی وارد بدن نمیشه. تشخیص: هر کسی میتونه با دستگاه گلیکومتر قند خونش رو اندازه‌گیری کنه. اگر یک گلیسمی
بالاتر از 3.5 میلی مول در لیتر خون نشون میده، هیپوگلیسمی وجود نداره. این رو قبلا هم عرض کردم، حتما این دستگاه رو تهیه بفرمایید. یه دستگاه کوچولو انقدیه که این همراه یک دستگاه دیگه که سوزن میزنه که خون از دستتون بیاد و یک لامل کوچولویی که تو دستگاه میذارین و اون خون یک مقدار کمی خون روش میذارین و در چند ثانیه قند خونتون رو نشون میده. اینجا اگر پزشکتون بنویسه تخفیف دارین رویش و بعضی وقتا اصلا دستگاه رو مجانی به شما میدن که بعد مجبور میشین اون نواری که قند خون نشون میده اون رو بخرید. و اینجا هم اون قیمت شده 52 دلار. قبلا مقدار زیادش دولت میداد مثلا برای شخص دیابتیکی که نسخه داشته باشه افزش حدود 12 دلار ارزش داشت، الان گرونش کردن فکر کنم الان حدود 30 دلار اینطور باید باشه. ولی به هر حال این رو تهیه کنین داشته باشین بهتره، چون عده خیلی زیادی از دیابتیک ها نمیدونن که دیابتیک هستن و وقتی مشخص میشه که دیگه کار از کار گذاشته. البته باید در نظر داشت که دقت این دستگاه ها حتی بهترین نوع اون مخصوصا در گلیسمی پایین زیاد نیست و بین 25 تا 10 درصد اختلاف داره با میزان واقعی قند خون شما و بنابراین هیپوگلیسمی رو نمیتوان به طور دقیق تشخیص داد با این دستگاه ها و آزمایش کردن مکرر هم تولید استرس و نگرانی بیشتر میکنه و شخص باید مواظب نگرانی و استرس خودش هم باشه. یعنی مرتب تست بکنی نه تنها مشکلت رو برطرف نمی کنی، اما استرس باعث میشه که مشکلت شدیدتر هم بشه. آزمایش های دیگری هم وجود داره که چند تاش خدمت رو عرض میکنم. اولیش آزمایش تولید هیپوگلیسمی در شخصی که بیشتر در بیمارستان انجام میشه. شخص از شب گذشته چیزی نمیخوره، بعد یک شربتی که مقدار معینی گلوکوز داره می نوشه و مقدار قند خون یک بار قبل از نوشیدن و یک بار 2 ساعت بعد از نوشیدن اون شربت اندازه گیری میشه. این مقدار هیپوگلیسمی رو نشون نمیده ولی مقدار قند خون رو نشون میده که اگر خیلی بالا باشه اینه که شخص دچار عدم تحمل گلوکوز و یا دیابته. یه آزمایش دیگه هست که بهش میگن کاغذ بوارد. این در این آزمایش که به درخواست پزشک انجام میشه، بیمار چند قطره خون خودش رو روی این کاغذ بوارد میریزه، میچکونه و بعد اون رو میبره به بیمارستان یا آزمایشگاه. امتیاز این آزمایش اینه که نشون میده که میزان قند خون در هنگام هیپوگلیسمی چقدر بوده دقیقه. یکم آزمایشی هست به اسم آزمایش روزه که در صورت لزوم انجام میشه، نه همیشه، و پزشک بیمار رو در بیمارستان بستری میکنه و تحت نظر پزشک بین 1 تا 3 روز شخص بی غذا میمونه و اگر مشکل متابولیک وجود داشته باشه بیمار دچار هیپوگلیسمی میشه و آزمایشات خون نشون میده که میزان هورمون ها چقدره و کدام هورمون کمه یا زیاده. اشکال این تست فقط بستری شدن در بیمارستانه ولی در عوض
تشخیصش دقیق خواهد بود. علائم هیپوگلیسمی. عرض کنم حضورتون، همونطور که قبلا گفتم، علائم در همه اشخاص یک نوع نیست و فرق میکنه، ولی این چیزها رو که اکثرا دیده میشه خدمت رو عرض میکنم. اولیش رکود یا سقوط ناگهانی انرژی، لرزش دست ها، عصبی بودن، زودرنج بودن و پریدن رنگ چهره، عرق کردن، سردرد، تند شدن ضربان قلب، گرسنگی شدید، احساس ضعف، سرگیجگی، خوابالودگی، عدم تمرکز و صحبت کردن غیر متعادل. و اگر حمله بیماری در شب باشه میتونه عوارضی رو که عرض میکنم تولید بکنه. اولیش بیخوابی، عرق شبانه، خوابهای وحشتناک یا کابوس، خستگی، عصبی بودن و عدم تمرکز هنگام بیدار شدن. باید به خاطر داشته باشیم که علائم این نوع بیماری نسبت به علائم هیپوگلیسمی در نزد اشخاص دیابتیک بسیار سبکتره و نشان میده که مکانیزم و کنترل گلیسمی احتمالاً ضعیف شده ولی از بین نرفته. حالا چه کسانی در خطر هستند؟ ببخشید. در خطر مبتلا شدن، ریسک مبتلا شدن دارند. اشخاصی که دچار بیماری‌های متابولیک هستند. خانم‌هایی که از آنورکسی یعنی بی‌اشتهای مفرط رنج می‌برند. حالا چه عواملی میتونه این خطر رو زیادتر بکنه؟ خطر مبتلا شدن رو منظورمه. اول از همه الکل. الکل از مکانیزمی که باعث آزاد شدن گلوکوز از کبد میشه جلوگیری میکنه و میتونه در نزد اشخاص گرسنه یا با تغذیه بد تولید گلیسمی بکنه. بعد بدی تغذیه مزمن یا روزه گرفتن طولانی. بعضی اشخاص خیلی مؤمن هستند که خدا و پیغمبر گفته 30 روز روزه بگیرین، اینا یک ماه پیشواز میرن، یک ماه پسواز میرن، یعنی عقلشون از خدا و پیغمبرم بیشتره. خب بگذاریم، وارد مسائل سیاسی نشیم. بله، رژیم های لاغری خیلی کم کالری و بالاخره فعالیت های بدنی سنگین و طولانی. حالا پیشگیری از هیپوگلیسمی. چرا باید پیشگیری کنیم؟ هیپوگلیسمی اکسل عملی میتونه بنا به عللی باشه که بعضی مواقع به سختی میشه اون رو توضیح داد. بیشتر اشخاص میتونن با یک زندگی متعادل، تغذیه متفاوت و خوب، کنترل نگرانی ها و استرس و ورزش مناسب و مدام از هیپوگلیسری جلوگیری کنند و سلامت باشند. ورزش مناسب، مناسب با سلامتی شخص، مناسب با سن شخص، مناسب با وزن و قد شخص. من ده 7 سالگی برم 3 ساعت هالتر بزنم،
گلیسمی ممکنه نگیرم ولی هزار تا مرض دیگه میگیرم، اصلا شاید بلند نشم. بعد بریم سراغ تغذیه خوب. تغذیه خوب شامل کربوهیدرات ها و فیبر ها مانند دانه های کامل، میوه ها، سبزیجات، حبوبات، آجیل ها و غیره است. اینها میتونند عامل جلوگیری از هیپوگلیسمی باشند. همچنین میشه از مقدار غذای روزانه کاست و بین دو غذا از تنقلات برای تعادل گلیسمی استفاده کرد. اینجا بهش میگن اسنک. این اسنک هم باید متعادل باشه با وزن، با مشکل بیمار، با نه اینکه اسنکش به اندازه غذای شامش بشه، نهارش بشه. اینا که من خدمت عرض کنم اینه که اینا رو دیدم، عرض کنم حضورتون کجا بودیم؟ بله، ورزش و فعالیت های بدنی. ورزش و فعالیت های بدنی روزمره و متعادل و نه ورزش های سنگین و خطرناک. وضع بدنی و فعالیت های هورمون ها و گلیسمی رو متعادل میکنه. بهترین ورزشی که من خدمتتون عرض میکنم راه رفتنه. راه رفتن خیلی چیز داره. اولا راه رفتن، شما روزی 1 ساعت راه برین 30% قند خونتون رو میاره پایین، فشار خونتون رو میاره پایین، استرستون رو کم میکنه. بله، حالا بریم سراغ کنترل استرس. این گفتنش خیلی راحت تر از انجام دادنشه. علت و راه حل نگرانی ها رو پیدا کنید. برنامه غذایی هفته و استراحت و ساعات کار همه رو برنامه ریزی کنید و مرتبا از راه حل های آسوده کننده مثل مراقبه، تنفس های عمیق، ماساژ، یوگا و غیره استفاده کنید. یه مسئله بزرگ اینجا پیش میاد. من نسل جدید رو نمیدونم، ولی نسل من نسلی نبود که بهش یاد داده باشن برنامه ریزی کنه. همینطور به قول معروف یلخی، هرچی در روز پیش میامد همون کار رو میکردن. برنامه ریزی در کار نبود. هیچ کسی دفترچه نداشت که شب روش بنویسه من فردا 8 صبح تا 9 کجا چیکار میکنم، 9 تا 10 چیکار میکنم. اون موقع همچین چیز اگرم یکی این کار میکرد مسخرش میکردم. بگذاریم، از بحثمون خارج نشیم. درمانهای دارویی هیپوگلیسمی. امروزه هیچ دارویی برای هیپوگلیسمی عکس‌العملی وجود نداره. اگر بر اثر بیماری دیگری باشه باید اون بیماری رو یافت و درمان کرد. اگر بر اثر وجود قده مثل قده ای در لوزالمعده باشه باید عمل جراحی و بیماری های دیگر رو باید با دارو و یا تعویض دارو درمان کرد. همینطور با عوض کردن نوع تغذیه و مقدار اون در روز. افراد مبتلا باید همیشه دسترسی به مقداری گلوکوز داشته باشند، مانند آب میوه یا آب نبات یا قند، تا در صورت لزوم استفاده کنند. از شیرینی و شکلات شیرین و بیسکویت نباید استفاده کرد، زیرا هضم اونها سخته و وزن را هم اضافه میکنه، مخصوصا شیرینی و شیرینی های خامه‌ای و شکلات. به علت اون چربی که داره جذب قندش به آسونی و به سرعت انجام نمیشه. عرض کنم حضورتون این تا اینجا
مختصری بود درباره هیپوگلیسمی، درباره افرادی که دیابتیک نیستند. حالا بریم سر قسمت دوم برنامه که معرفی چند بانوی شهیر و موفق ایرانیه. قبل از اون اجازه بدید من این بالشک صندلی رو یه تکونش بدم که بله. اولین بانویی که به شما معرفی میکنم بانویی است به نام هما سرشار. اعطای جایزه میراث آمریکایی به هما سرشار. هما سرشار موفق به دریافت جایزه میراث آمریکایی سال 2016 از سوی هیئت مدیره شورای وکلای مهاجرت ایالات متحده شده است. هیئت مدیره شورای وکلای مهاجرت ایالات متحده آمریکا جایزه میراث آمریکایی سال 2016 خود را به دو زن روزنامه نگار اهدا کرده است. هما سرشار روزنامه نگار سرشناس ایرانی آمریکایی و سونیا نازاریو روزنامه نگار آرژانتینی آمریکایی. شورای وکلای مهاجرت آمریکا در سال 1946 تأسیس شده و یکی از مهمترین نهادهای ناظر بر روند توسعه آمریکا از طریق جذب مهاجر به این کشور است. این شورا هر سال جایزه ارزشمند میراث آمریکایی را به مهاجرانی اهدا می‌کند که فعالیت آنها توانسته موجب پیشرفت دیگر مهاجران و جامعه میزبان در این کشور شود. در وبسایت رسمی شورای مهاجرت آمریکا یا American Immigration Council پیرامون فعالیت‌های هما سرشار که منجر به دریافت این جایزه شده آمده است. هما سرشار چهره رسانه‌ای و برنده جوایز معتبر روزنامه‌نگاری، نویسنده و سردبیر نشریات متعدد است. او به ویژه به پژوهش‌های مربوط به زنان توجه بسیاری داشته است. حاصل 51 سال زندگی حرفه‌ای هما سرشار در مقام یک روزنامه‌نگار بیش از 1500 مصاحبه است که برخی از آنها به عنوان اسناد و مراجع ارزشمند در کتابخانه کنگره آمریکا نگهداری می‌شود. هما سرشار متولد 1325 در شیراز، نویسنده و روزنامه نگار ایرانی است که در سال 1979 ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد. او مدرک کارشناسیش را در رشته ادبیات فرانسه از دانشگاه تهران و همینطور کارشناسی ارشدش را در رشته مدیریت ارتباطات از دانشگاه آمبرگ واقع در کالیفرنیای جنوبی دریافت کرده است و دارای مدرک دکترای افتخاری روزنامه نگاری از دانشگاه جهانی آمریکا است. کتاب شعبان جعفری نوشته هما سرشار حاصل گفتگوی او با چهره معروف کودتای 28 مرداد است. از دیگر آثار او میتوان به کتاب تاریخ یهودیان ایران اشاره کرد. سرشار همچنین برای کمک به انتشار دانشنامه ایرانیکا به همراه گروه دیگری از ایرانیان کمک‌های مالی جمع‌آوری کرده است. خانم سرشار فعالیت حرفه خود را در سال 1964 در ایران و با مجله زن روز آغاز کرد و از نخستین نسل از مهاجرانی بود که پس از انقلاب سال 97
یعنی 1357 تن به تبعید خود خواسته داد و به آمریکا مهاجرت کرد. او در دیار غربت از فعالیت مطبوعاتی دست نکشید و در حوزه‌های گوناگون و نوشتاری، شنیداری و دیداری به فعالیت‌های رسانه‌ای خود ادامه داد. مجموعه تلاش‌های اجتماعی و فرهنگی هما سرشار به حوزه رسانه‌ای محدود نبوده است. او در عرصه توسعه حقوق بشر و رفع تبعیض‌های مذهبی، قومی و جنسیتی در جامعه جهانی کوشش‌های چشمگیری داشته است. کانال تلگرام زنان شهید و موفق. و این هم عکس این بانوی شهیر و موفق ایرانیه و درود بر ایشان و همه بانوان شهیر و موفق و بانوانی که هیچ شهرتی ندارند، درود بر همه بانوان وطن ما. بانوی دیگری که میخوام خدمت رو عرض کنم، اینجا نوشته شاهکار اکرم محمدی با کسب اولین مدال تاریخ بیلیارد بانوان ایران. بانوی کشورمان در رقابت‌های ورزش‌های بیلیاردی قهرمان آسیا مدال برنز رشته، نمیدونم درست تلفظ کنم یا نه، ناین بال را از آن خود کرد. بعد هم ناین بال بشه. اکرم محمدی امینی بازیکن بیلیارد ایران در رقابت‌های ورزش‌های بیلیاردی قهرمان آسیا در رشته ناین بال انفرادی موفق شد نخستین مدال برنز تاریخ بانوان بیلیارد را برای کشورمان به ارمغان بیاورد. محمدی در مرحله نیمه نهایی مقابل چن سیمینگ از کشور چین 9-2 مغلوب شد و به مدال برنز این رقابت ها بسنده کرد. وی پیش از این در رشته سنوکر 6 توپ نیز حضور داشت که در این رشته نتوانست از گروه خود صعود کند. تیم ملی ایران موفق به کسب یک مدال طلا توسط امیر سرخوش، یک مدال نقره توسط سهیل واحدی و امیر سرخوش و 2 مدال برنز توسط تختی زرعکانی و اکرم محمدی در رقابت‌های ورزش‌های بیلیاردی قهرمان آسیا شده است. درود به همشون. نخستین دوره رقابت‌های ورزش‌های بیلیاردی قهرمانی آسیا 3 تا 11 مهر ماه به میزبانی کشور امارات، بیلیارد در رشته‌های اسنوکر 15 توپ تیمی، 6 توپ، 9 بال انفرادی، 9 بال تیمی و 8 بال چینی در 2 بخش آقایان و بانوان برگزار شد. تیم ملی بیلیارد ایران با حضور سهیل واحدی، امیر سرخوش، آرمان دینارمند و مهران ارشادی در رشته اسنوکر، محمد علی پردل، علی مقصود، کاوه زرکانی در رشته پاکت بیلیارد، ساسان لشکری در رشته بیلیارد ستوب و در بخش بانوان اکرم محمدی، بهناز اقدم، نادیا کامران در رشته اسنوکر و محمود مریم ایزدی، پریسا منگولی، اکرم محمدی در رشته ناین بال در این رقابت ها شرکت کرد. اکرم محمدی امینی نابغه بیلیارد و اسنوکر ایرانی است که 3 بار قهرمان کشور شده است. او علاوه بر فعالیت در این رشته در رشته‌هایی چون بسکتبال، شنا، غواصی
و نجات غریق هم دارای تجربه است. محمدی امینی از دوران کودکی علاقه فوق‌العاده زیادی به رشته بیلیارد داشته است. او که دانشجوی رشته تربیت بدنی است، در مسابقات داخلی موفق به کسب 3 مدال طلای بانوان در شاخه اسنوکر شده است. اکرم محمدی امینی، بانوی 27 ساله کشورمان که در مسابقات قهرمانی آسیا مدال برنز 9 بار را از آن خود کرد، روزانه بیش از 8 ساعت به تمرین مشغول بوده است. این هم عکس این بانوی شهیر و موفق و مدال آور بیلیارد ایران. درود بر ایشان و همینطور درود بر بانوانی که ما نذاشتیم امکانات بهشون بدیم که موفقیت خودشون رو در دنیا نشون بدن. بله، یک بانوی دیگری هم هست که این هموطن ایرانی ماست و هم هموطن کانادایی ماست. دانشجوی جوان ایرانی در میان 25 مهاجر برتر کانادا. سارا افتخار، دانشجوی رشته پرستاری در دانشگاه بریتیش کلمبیا است و به خاطر مجموعه فعالیت‌های داوطلبانه و اجتماعی که انجام داده و می‌دهد در این لیست قرار گرفته است. سارا که در سن 8 سالگی با پدر و مادر خود به کانادا مهاجرت کرده، متولد تهران است و در بیوگرافی خود نوشته است که در آغاز به علت آشنا نبودن با زبان انگلیسی در مدرسه مدام مورد آزار و اذیت و قلدری دیگر دانش آموزان قرار می گرفته است. والا ما وقتی اومدیم اینجا بچه همون خیلی خوب فرانسه بلد بودن، منتها چون لهجه اروپایی داشتن اونها هم بلا سرشون اومد، مسخرهشون میکردن، میخندیدن، چون لهجه کبکی با لهجه اروپایی خیلی فرق داره. حتی بعضی از کلمات هست که اونجا وجود نداره اینجا وجود داره، بعضی از چیز هست که اونجا وجود نداره اینجا وجود داره. حالا زیاد واردش نمیشه. بله، قلدری هم که آره اینجا هست، اینجا حتی نه تنها تو مدرسه بلکه شب ممکنه، نه اینکه فکر کنید جای خلوت، نه، حتی تو ایستگاه اتوبوس ممکنه یه جوانی 3 تا جوان دیگه بریزن کتکش بزنن، تلفنش رو بگیرن، کیف پولش رو بگیرن. اینجا هم این چیزا هست. بله، نخستین اقدام داوطلبانه و اجتماعی سارا توجه به شرایط کار یکی از مهاجرانی بوده است که در مدرسه وظیفه نظافت کردن را به عهده داشته و سارا با تلاش نزد مسئولان مدرسه شرایط کاری او را بهبود بخشیده است. به گفته سارا افتخار، مربیان و آموزگاران او نقش بسیار مهمی در تشویق وی و بهتر فهمیدن دیگر فرهنگ ها و کسب انگیزه بیشتر برای انجام کارهای داوطلبانه داشتند. سارا در حال حاضر یکی از داوطلبان فعال در زمینه کمک به مهاجران تازه وارد، به ویژه مادران پناهنده از کشورهای برمه و سومالی در شهر ونکوور، همکار نورت شور مولتی کالترال سوسایتی و سفیر نوجوان شهر ونکوور در شورای پناهندگان کانادا است. سارا همچنین رئیس انجمن گروه نوجوانان ایرانی کانادایی یا Civic Association of Iranian Canadian Youth Group است که به اتفاق
یکی از دوستانش بنیانگذاری کردن. سارا افتخار با راهنمایی به مهاجران نوجوان تازه وارد به آنها کمک می کند که به سیستم موجود در کانادا اعتماد کنند و توصیه می کند که نوجوانان مهاجر با انجام کارهای داوطلبانه در فعالیت‌های اجتماعی کامیونیتی خود مشارکت کنند. عقیده سارا افتخار مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی به نوجوانان و جوانان امکان می‌دهد توانایی‌ها و ارزش‌های خود را بهتر بشناسند و مشاهده کنند که فعالیت آنها تا چه اندازه می‌تواند در زندگی افراد دیگر تغییر ایجاد کند. ماهنامه Canadian Immigrant با حمایت رویال بانک کانادا همه ساله مسابقه انتخاب 25 مهاجر برتر یعنی Top 25 Immigrant را برگزار می کند. در میان برگزیدگان امسال سارا افتخار، دانشجوی جوان ایرانی تبار ساکن ونکوور نیز حضور دارد. بر اساس مقررات این گزینش هر سال پس از عبور از مراحل مقدماتی 100 کاندیدا از سراسر کانادا برای شرکت در مرحله نهایی انتخاب مهاجران برتر گزینش می شود. سپس عکس ها و بیوگرافی های آنان از طریق شبکه اینترنت به انتخاب عمومی شهروندان کانادایی گذاشته می شود و پس از پایان تاریخ رأی دادن 25 تن از کاندیداهایی که بیشترین آرای شهروندان کانادایی را کسب کردند به عنوان 25 مهاجر برتر کانادا معرفی می شود. این هم عکس سارا خانم افتخار که افتخار بر ایشان و همه جوانان میهن ما باد. بله عرض کنم حضورتون برنامه ما تقریبا تموم شده، یه 6 دقیقه وقت هست که از فرصت استفاده میکنم و باز از دوستانی که محبت دارن تشکر میکنم و برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبرم. قبل از اینکه برنامه رو تموم کنم عرض کنم خدمتتون اینجا ما در ایالت کبک نزدیک 50,000 نفر داریم که به اصطلاح بهش میگن سانپاپیه، یعنی اینها یا دانشجو بودند یا دانشجویان اومدن اینجا یا پدر مادر دانشجویی هستند که اومدن اینجا و یا کسانی هستند که برای کار انتخاب شدن اومدن ولی هنوز کار ندارن، اینها بیمه درمانی ندارن و اخیراً یک مؤسسه‌ای در شهر مونترال به همت یک بانوی ایرانی و چند نفر از بانوهای دیگه درست شده و یکی دیگر هم در شهر ما که این اشخاصی که بیمه درمانی ندارند میتونن به اونها مراجعه کنند و حداقل یعنی میتونن با پزشک ملاقات کنن، میتونن آزمایشات اولیه رو مجانی داشته باشن و حتی یه مقدار از داروها رو هم میتونن مجانی داشته باشن. و این بانوی ایرانی رو چون ازش اجازه ندارم و
روی سایت بانوان شهیرم نیست، فعلا اسمشو نمیبریم تا برنامه های بعد. اگر عمری باقی بود در برنامه و برنامه های بعد در خدمت شما دوستان خواهم بود. یک چند دقیقه وقت هست، 3-4 دقیقه وقت هست که این 3-4 دقیقه هم یک آهنگی گوش میکنید و آماده میشید برای برنامه خوب و جالب آقای خراسانی امروز و پیرگدای خراسانی سابق. درود بر ایشان و درود بر همه شما دوستانی که به میهن تیوی توجه دارید، کمک میکنید و این برنامه را هم دوست دارید. درود بر شما. روز و روزگار به شما خوش. تا برنامه و برنامه های آینده شما را به خدا می‌سپارم.